با معرفی سرپرست وزارت نفت نام نماینده جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس آتی اوپک هم مشخص شد. تودیع و معارفه، یکی بود یکی نبود. میرکاظمی وزیر سابق نیامده بود و علی آبادی سرپرست جدید حاضر بود و حکمش را گرفت. با این حکم وزارتخانه بزرگ و حساس نفت از بلا تکلیفی خارج شد. وزارت نفت فعلا خود من سرپرستم. بله. و وزارت نفت در نیرو دولت نظرش ادغامه. بعد از آنکه رئیس جمهور به دلیل کلید زدن پروژه ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو از وزیر نفت خداحافظی کرد و خودش سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفت، شورای نگهبان این سرپرستی را قانونی ندانست و رئیس جمهور علی آبادی را به عنوان سرپرست معرفی کرد. علی آبادی رئیس سابق سازمان تربیت بدنی و رئیس فعلی کمیته ملی المپیک است. او یک بار به عنوان وزیر نیرو به مجلس معرفی شد، اما رأی اعتماد نیاورد و وزیر نشد. هرچه او در اجرای پروژه های عمرانی سابقه دارد، در نفت سابقه ای ندارد. اما حضور او بلا تکلیفی ایران برای احراز ریاست اوپک در اجلاس پیش رو را برطرف می کند. تا برگزاری 159مین اجلاس اوپک در وین تنها 2 روز باقی است و ایران باید نام نماینده خود را اعلام کند. روز چهارشنبه جلسه اوپک برگزار خواهد شد. انشاءالله جناب آقای مهندس علی آبادی خودشون رأسا در اون اجلاس حضور پیدا خواهند کرد و به نمایندگی از ملت ایران و برادران و خواهران وزارت نفت اونجا را مدیریت و تصدی خواهند کرد انشاءالله. علی آبادی هم برنامه های خود را در نفت اتکا به دانش ایرانی دانست. همچنین پیشی گرفتن از کشورهای همسایه در برداشت نفت و گاز از میادین مشترک.